بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دقدیم به دوستای کامل لحظه می رو میبینن. آرزو دارم که هر جایی هستین خوش و صحتمند و سر حال باشین. امروز میخوایم درباره لایف کوالیتی و مقسم درباره چی گونه میتونیم یک زندگی با کیفیت داشته باشیم و برای داشتن یک زندگی با کیفیت ما باید چه رقم سبک زندگی خود طراحی بکنیم. در مورد از این موضوع صحبت میکنیم. اگر میخواین یک زندگی عالی و با کیفیت و سرشار از خوشی ها داشته باشین، پس تا آخر ویدیو مرا دنبال بکنین. دوستای عزیز، شما میفهمین که برای داشتن یک زندگی با کیفیت لازم است که ما صحتمند باشیم. وقتی ما صحتمند باشیم، یک زندگی با کیفیت را میتونیم برای خود ما بسازیم و تجربه بکنیم. برای اینکه ما صحتمند باشیم و یک زندگی با کیفیت برای خود ما بسازیم، چند نکته را باید در نظر بگیریم. اولی است که شما در مورد صحتمندی و تاریخچه صحتمندی خودتان آگاهی کامل داشته باشید و کوشش کنین در مورد مشکلات و تاریخچه صحی خود با اعضای فامیل و با دکتری که پیش از اونها مراجعه میکنین صحبت بکنید. مثلا اگر شما فشار خون دارین، شما باید خودتان اول در مورد فشار خون آگاهی داشته باشید و بفهمین که خطرات فشار خون چی هست و همون قسم در مورد فشار خون خود با اعضای خانواده و با دکتری که پیش مراجعه میکنین صحبت بکنین. یا مثلا شما مرض دیابت دارید، شکر خون شما بالاست، پس اول بهتره که شما در مورد خود اینمی مرض شکر که شما مصابه بیماری هستین یک آگاهی به دست بیارید و بعد با اعضای خانواده و با دکتری که با اونا در تماس هستین صحبت بکنین. اعضای خانواده وقتی از بیماری شما خبر داشته باشه، اونا در قسمتی تهیه نمودن مواد غذایی و همون قسم در قسمت جلوگیری از اختلالاتش زود متوجه میشه و خیلی هم شما را کمک کرده میتونه. نکته دومی که در بلند بردن کیفیت زندگی ما اهمیت داره، فعالیت است. اکتیویتی یا فعالیت است. ما همیشه کوشش کنیم که فعالیت ریگولر یا منظم داشته باشیم. ورزش بکنیم، قدم بزنیم، دویش بکنیم، نظر به سن و سال و وضعیت ما که ما کدام ورزش میتونیم تحمل بکنیم. حداقل 2 الی 3 روز ورزش برای داشتن یک زندگی با کیفیت مهم. از او خاطر به شما توصیه میکنم که اگر میخواین یک زندگی با کیفیت داشته باشین، حتما ریگولر اکتیویتی داشته باشین یا یک فعالیت منظم را به شکل دوامدار ادامه بدین. نکته سومی که برای داشتن کیفیت زندگی خوب مهم است، خواب به اندازه کافی است. دوستای عزیز، اگر میخواین صحتمند باشین و از زندگیتون لذت ببرین، به اندازه کافی بخوابید. به هر اندازه ای که شما خواب بیشتر داشته باشین، از لحاظ روحی روانی آماده و از لحاظ قلبی و عروقی شما صحتمندید. تحقیقات جدیدی که صورت گرفته میگه اشخاصی که در 24 ساعت بیشتر از 9 ساعت خواب بکنه، اینا بسیار کم مصابه امراض قلبی و عروقی میشن. و شما میفهمین هر کدام ما شما در زندگی خود تجربه کردیم، به هر اندازه که ما شما بیخوابی بیشتر تجربه میکنیم، کیفیت زندگی ما شما پایین میاد و از لحظاتی که ما شما سپری میکنیم کمتر لذت میبریم. از این خاطر به شما توصیه میکنم که خواب به اندازه کافی داشته باشین. نکته دیگه ای که برای بهتر شدن کیفیت زندگی ما کمک میکنه، کنترل رژیم غذایی است. شما کوشش کنین رژیم غذاییتون درست تنظیم کنید. غذاهای تازه زیاد استفاده کنید، میوه‌جات سبزیجات زیاد استفاده کنید. اما یادتان نره از نمک و از شکر کمتر استفاده بکنید. چون این دو تا ماده‌ای که ما ازش استفاده میکنیم، ما را مصاب امراض قلبی و عروقی و مرض دیابت میسازه. از این خاطر کنترل نمک و شکر را محدود کنید و غذای تازه و میوه‌جات بیشتر استفاده بکنید. نکته دیگه‌ای که باید برای داشتن یک زندگی با کیفیت مهم و در نظر بگیریم، نوشیدنی‌های خود را باید کنترل بکنید. کوشش کنید از الکل کمتر استفاده بکنید و امروز ما می‌بینیم که جوانان و اشخاص زیادتر از انرژی‌های گازدار و نوشیدنی‌های گازدار استفاده می‌کنند. کوشش کنید استفاده از نوشیدنی‌های گازدار و انرژی‌های گازدار کمتر بکنید، به خاطر که اینا معده ما و شما را و همون قسم خطر مصاب شدن به دیابت را بالا میبرن، آسیب های سیستم هضمی را به وجود میاره و همون قسم چانس مصاب شدن به مرض دیابت بالا میبرن. نکته دیگه که شما
برای کنترل یک زندگی با کیفیت در نظر بگیریم سیگار کشیدن. اکثر از جوان ها و اشخاص مسن به خاطر از اینکه بتونن خود در مقابل امروز تشویش ها و استرس ها مقابله بکنن، اینا به دخانیات پناه میبرن. متوجه بشین سیگار کشیدن متوقف بکنید، به خاطر از اینکه وقتی شما سیگار استفاده میکنین یا سیگار میکشین، سیگار خطر مصاب شدن به بیماری های قلبی و عروقی رو بالا میبره. و وقتی شما مصاب یک بیماری میشین، این بیماری کیفیت زندگی رو فوق العاده خراب میسازه. از اون خاطر توصیه ما به شما این است که اگر میخواین یک زندگی واقعا عالی و با کیفیت داشته باشین، سیگار نکشین. خب این نکات عمده ای بودن که شما برای داشتن یک زندگی با کیفیت باید در نظر بگیرید. و من آرزو میکنم که زندگی هر یک شما عالی با کیفیت و از هر ثانیه زندگی خود لذت ببرید. یادتان نره چینل خودتان را لایک کنین، سابسکرایب کنین و با دوستانتان شریک بکنین. تشکر از توجه شما.